Welcome to the Nova Podcast. Music, culture, art, and politics are here. Welcome to the Nova Podcast. Music, culture, art, and politics are here. سلام دوستان و شنوندگان گرامی، به پادکست نوا خوش اومدید. من اسدالله علی محمدی هستم و امروز پنجشنبه اول خرداد 1399 21 مه 2020 در خدمتتون هستم. طبق معمول اجازه بدید برنامه رو با شنیدن یک آهنگ ناب و خاطر انگیز شروع کنیم. بنفش برگ بیدون ای میاین، و گفتی گل برایت من میاین، وای گل عالم تموم شد که میای. جان مریم چشم تو با کن، منو صدا کن، شد هوا سفید دار و من خوشید وقت اون رسید که به این به صحرا. آی نازنین مریم، جان مریم چشماتو وا کن، مرا صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه شونه بشونه به یاد اون روزها. آی نازنین مریم، باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، وای نازنین مریم. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم جمع رو مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم. من هنوز بیدارم، ای کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم، گوشه غم تو
دلم زده جوونه دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم وای نازنین مریم وای نازنین مریم وای نازنین مریم خب امروز برنامه ویژه‌ای داریم که عرض می‌کنم. چندی پیش از دوست فریختم آقای بیژن افتخاری دعوت به همکاری کردم و ایشون لطف کردن بلافاصله برای من فایل سخنرانی اخیر ایشون رو که در کافه اندیشه داده بودند فرستادند، ضمن تشکر از بیژن عزیز. بیژن افتخاری دکترای اقتصاد داره، او متولد شهر زیبای تهرونه به قول تهرونیا و در حال حاضر ساکن آمریکا. بیژن فعال سیاسیه و عضو مؤسس جبهه انسان مداران ایرانه و فعلا استاد بازنشسته اقتصاد در کالیفرنیا است. من برای اینکه دوستان خسته نشن سخنرانی ایشون رو در 5 قسمت پخش میکنم. در هر بخش ترانه میشنوید و امروز این سخنرانی امیدوارم این سخنرانی مورد توجهتون قرار بگیره که موضوع اون کشور عزیزمون ایرانه. این شما و آقای بیژن افتخاری. خب دوستان عزیز درود بر شما، بسیار خوشحالم که این فرصت دست آمد تا با هم صحبت و گفتگویی داشته باشیم راجع به وضعیت اقتصادی ایران. دوستان عزیز، ما در بررسی وضعیت اقتصادی کشور معمولا اقتصاددان ها از روشی استفاده میکنن که پزشکا هم همون عمل رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی فرض بفهمید که اگر شما یک بیماری رو ببرید نزد یک پزشک، ابتدا به ساکن پزشک یک سری شاخص ها رو مورد بررسی قرار میده، ایندکس ها یا شاخص هایی که براشون مهمه یا در سلامتی انسان ها تأثیر داره. مثلا فرض بفرمایید که حتما متوجه شدید مثلا درجه حرارت بدن رو نگاه میکنن، این یک شاخص است، یک ایندکس است. یا فشار خون طرف رو نگاه میکنن، ضربان قلب طرف رو نگاه میکنن و میپرسن آیا جایی درد داری یا خیر. بعضی از قسمت‌های بدن رو احیانا معاینه میکنن ببینن آثاری دیده میشه یا نه. اینا شاخص است و میدونید اگر لازم باشه میتونه دقیق تر هم معاینه بشه، به این مفهوم که میتونه فرض بفرمایید علاوه بر گرفتن فشار خون و درجه حرارت بدن و اینکه آیا تب داره یا نداره، اینکه فشار خونش بالاست یا خیر، نه هر کدوم برای دکتر یه معنی داره و اگر احیانا خواست دقیق تر باشه ممکنه آزمایش خون بده، اسکن بده، ایکس ری بده، کارهای مختلفی بکنه که عمیق تر به موضوع پی ببره. در علم اقتصادم همینطوره دوستان. یعنی اگر شما میخواهید وضعیت اقتصادی کشور رو بررسی کنید، این کلمه که خوبه بده بد نیست، این به خودی خود مفهومی نداره. نتیجتا باید یک کمی دقیق تر نگاه کنید. ما هم در علم اقتصاد شاخصهایی داریم که میتونه وضعیت، حالا اسمش رو بذاریم بیمار، رو برای ما توضیح بده.
این شاخص ها بسیار زیادن البته، ولی بعضی هاش هستش که مهمتره و معمولا هم شما در اخبار و گزارشات میشنوید. مثلا یکی از این شاخص ها نرخ بیکاریست. نرخ بیکاری یک کشور توضیح میده که وضعیت در اون کشور به چگونه است. البته این نرخ بیکاری رو خاطرتون باشه دوستان، تمام این شاخص ها رو ما باید در یک بازه زمانی مورد نظر قرار بگیریم. مثلا فرض بفرمایید ببینیم نرخ بیکاری ظرف 5 سال گذشته چی بوده. چرا؟ مثال عرض میکنم، به طور مثال ممکنه در یک سال خاص که شما دارید بررسی میکنید نرخ بیکاری به دلایلی بالا یا پایین‌تر از معمولش باشه. فرض بفرمایید الان در آمریکا نرخ بیکاری حدود 30% شده، اما وقتی 5 سال گذشته رو بررسی میکنید میبینید نه، نرخ بیکاری بین مثلا حدود 4%، حالا کمی بالاتر یا پایینتر در نوسان بوده. بنابراین سال امسال رو شما نمیتونید ملاک قرار بدید. میتونید حدس بزنید که امسال یه حادثه اتفاق افتاده که همانا کرونا ویروس هست. اما عرض کردم ما میایم یکی از شاخص‌های مهم نرخ بیکاری است و مورد بررسی قرار میدیم. یک شاخص دیگر که بلافاصله مورد توجه قرار میگیره اینفلیشن یا تورم هست. نرخ تورم، قیمت ها نسبت به پارسال چقدر بالا رفته. و باز برای اینکه دقیق باشیم اینو حداقل باید 5 سال مورد بررسی قرار بدیم، یعنی نمیتونید شما باز یک سال خاص رو قرار بدید، مگر اینکه میخواهید اون سال خاص رو فقط تحقیق کنید. ولی وقتی راجع به اقتصاد یک کشور میخوایم صحبت کنیم بهتره ببینیم که سوابقش چی بوده. بنابراین مثلا نگاه میکنیم 5 سال گذشته نرخ تورم چی بوده. اگر بالا پایین هم شده باشه و این حالت زیگزاگی هم داشته باشه باز باید تحقیق کنیم که چرا این اتفاق افتاده. بنابراین نرخ تورم هم یکی از شاخصهای ماست. یکی دیگر از شاخصهای ما تولید ناخالص ملی یا جی دی پی است، گروس دامستیک پرودکت. تولید ناخالص ملی دوستان یعنی ارزش گذاری رو مجموع کالا و خدماتی که در طی یک سال در یک کشور تولید میشه. ارزش ریالی یا دلاری یا نمیدونم یوروی مجموع خدمات و کالاهای تولیدی در یک سال، و معمولا اینو با سال قبل میسنجن. مثلا میگم پارسال فرض بفرم عدد مورد نظر 100 بوده، امسال شده 103، بنابراین میگن ما امسال 3% رشد تولید ناخالص ملی داشتیم یا جی دی پی داشتیم. این 3% باید کاملا مورد بررسی اقتصاددان قرار بگیره. ببینید این 3% چی بوده. در بسیاری موارد در رابطه با جمهوری اسلامی دوستان مسئله کاهش ارزش ریال یا افزایش بهای دلار خودش یکی از نکاتی است که ظاهرا تولید ناخالص ملی رو بالا و پایین میبره. برای این نکته است که باید بهش دقت کنیم. ولی به هر حال یکی از شاخص ها این هستش که نگاه میکنن. مثلا به طور مثال من معمولا 5 تا 7 سال مورد بررسی قرار میدم که خب تو این 5 تا 7 سال وضعیت تولید ناخالص ملی چگونه بوده، چه نوع روندی رو داشته. و یکی دیگر از اینها، البته باز میگم خیلی شاخص ها هست که مورد بررسی قرار میگیره، یکی از شاخص ها شاخص فلاکت است، میزری ایندکس. شاخص فلاکت دوستان خیلی ساده است، از جمع جبری نرخ بیکاری و تورم به دست میاد. اینو بهش میگن شاخص فلاکت. روش های دیگه هم برای محاسبه شاخص فلاکت هست، اما این چون ما بحث کلی داریم امروز میکنیم و درس اقتصاد نمیدیم، من نمیخوام خیلی این رو برای شما به قول ما رشدی ها کامپلیکیتدش کنم. برابر این اگر صحبت از شاخص
فلاکت یا میزری ایندکس میکنیم، بلافاصله دوستان جواب میدن چی آقا؟ جمع تورم، عدد تورم و عدد بیکاری، این میشه میزری ایندکس یا شاخص فلاکت. خب عرض کردم شاخص‌های مختلف دیگری رو هم شما میتوانید وارد این قضیه بکنید و ازش نتیجه گیری‌های متعددی بکنید. من میخوام که اینجا اجازه بفهمید رو همین 4 تا شاخص بمانیم و این 4 تا شاخص رو با همدیگه بررسی کنیم. برابر این دیگه بحث ما این نیست که آقا این اقتصاد خیلی وضعش خرابه، اینطوری نگاه نمی‌کنیم. الان می‌خوایم بریم ببینیم اون آقا یا استاد عزیزی که فرمود وضع اقتصاد ایران خرابه، یا بنا به دلایل سیاسی گفت آقا بد نیست، نه اونطور هم نیست، فکر نکن آقا تولید ناخالص ملی بهتر شده، مثلا از اینجور بازی هایی که بعضی ها میکنند ما میخوایم خارج بشیم و خودمون آزمایش کنیم ببینیم که داستان از چه قرار است. اجازه بفرمایید که بریم سراغ یکی از این شاخص.
سرزمستی بر ندارم من پریشان حال و دل خود با همین دنیای خویشم اجازه بفرمایید که بریم سراغ یکی از این شاخص‌ها. شاخص اول نرخ بیکاری ظرف 5-6 سال گذشته در جمهوری اسلامی است. این نرخ رو البته اینجا پرانتز باز کنم و فکر می‌کنم بسیار از شما با من هم عقیده باشید که این نرخ، دوستان عزیز، دو بخش داره، بخش دولتی داره و بخش آزاد داره. یعنی چی؟ یعنی که اخبار و ارقامی که دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه که معمولا دروغه، خیلی نمیشه رو حساب کرد، این یک بخشه. یک بخش هم اون چیزیست که احیانا سازمانهای بین المللی، سازمانهای اقتصادی و مالی بین المللی برش نظارت دارند و می توان از مجموع اعداد و ارقامی که از درون جمهوری اسلامی استخراج میشه بهش پی برد. نرخ بیکاری رو به طور متوسط ظرف 5 سال گذشته جمهوری اسلامی بین 11-13% اعلام کرده، در حالی که این نرخ رو مثلا فرض بفرمایید که صندوق بین المللی پول حدود 18-19% و بانک جهانی بین 17-20% گزارش کرد. بنابراین من فکر میکنم که ما بهتره بریم سراغ اعدادی که فکر میکنیم واقعی تره و اون عدد 18 رو در نظر بگیریم. نرخ متوسط بیکاری در جمهوری اسلامی ظرف 5 سال گذشته 18% بوده. خب حالا این به خودی خود چه معنی داره؟ مثلا و امروز آمریکا که 30%، پس جمهوری اسلامی اونطورم وضعش بد نبوده. نه دوستان، اینطوری نیست. ما نگاه میکنیم ببینیم که اقتصادهای متعادل در جهان دارای چه نرخ متوسط بیکاری هستند. نرخ متوسط بیکاری و اون چه که در جهان به عنوان نرم یا عادی تلقی میشه بین 3-5% دوستان. یعنی اگر بپرسن که خب آقا مثلا در اروپا این نرخ چیه، این حدود 3%. در کشورهای جهان سومی خب دیگه اون بستگی به همتشون داره، ولی معمولا 7-8% هست. در جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رکورد زدن و این 18% به طور متوسط. بنابراین ما متوجه میشیم اگر فرض بفرمایید پزشک باشیم و درجه حرارت طرف رو گرفتیم و قرار هستش که درجه نرمال بدن 37 باشه، متوجه میشیم که بیمار ما حدود 41 درجه تب داره، یعنی 3-4 درجه
بیشتر از اون چیزی که باید باشه و حالا شاید هم بیشتر از اونه، چون میتونید حدس بزنید که اگه نرخ متوسط 4% و در کشورهای جهان سوم 7-8%، جمهوری اسلامی 18% نرخ بیکاری داره، دوستان عزیز این میشه حد زد که وضع از چه قراره. این پس اگر پزشک بودیم میبینیم که بیمار تب داره و تب معنی بدی برای پزشک داره. خیلی خوب، گفتیم دیگه چه شاخصی رو میتونیم مورد بررسی بدیم، قرار بدیم؟ شاخص تورم، اینفلیشن. خب تورم یعنی چی؟ تورم یعنی افزایش قیمت یک کالا نسبت به سال گذشته. این حتی میتونه ماه به ماه هم باشن، یعنی شما نگاه کنید که ماه گذشته این چی بوده، فرض بفرمایید یه قوطی چایی مثلا ماه گذشته بوده، نمیدونم اعداد همینطوریست، 20,000 تومان، این ماه شما رفتید بخرید میگن 25,000 تومان، پس این نرخ تورم ماه به ماه شماست. این قوطی چایی پارسال بوده فرض بفرمایید 10,000 تومان، امروز شده 25,000 تومان، پس نرخ تورم شما 150% است، 1.5 برابر افزایش پیدا کرده. نرخ تورم در جمهوری اسلامی به طور متوسط اگر بررسی کنید با آمار رسمی جمهوری اسلامی حدود 32-33% هست ظرف 5 سال گذشته. اینها معتقدند که ظرف 5 سال گذشته نرخ متوسط تورم 32-33% بوده. من البته تمام اینها رو استخراج کردم از منابع داخلی، روزنامه‌های داخلی، و میتونم براتون اینها رو در پایان عرایزم بفرستم. خب بسیار خوب، پس 32-33% قبوله. اون چیزی که منابع خارجی میگن مثل همون دو منبعی که عرض کردم، این رو حدود 50% اعلام میکنن. بنابراین دقت بفرمایید، 32-33% جمهوری اسلامی شاید در واقع هم 50% باشه. من مطمئنم دوستانی که از ایران دارن عرایز منو گوش میدن میگن آقا شوخی میکنی، 50% چیه، جنسا چندین برابر رفته بالا. من این رو میفهمم، ولی حالا دیگه ما ناچار هستیم که خیلی محتاطانه با مسئله برخورد بکنیم که پرت نشیم، یعنی واسه خودمون داستان پردازی نکنیم. بنابراین بیاید بگیم اون 32-33% جمهوری اسلامی احتمالاً طبق معمول چاخانه و این 50%ی که اینا میگن احتمالاً درسته، بیشتر از اونش هم در نظر نگیریم. خب پس نرخ متوسط تورم در جمهوری اسلامی 50%. باز ما در جهان نرم داریم برای این قضیه دوستان، یعنی مثلا در کشوری مثل آمریکا که من زندگی میکنم نرخ متوسط تورم ظرف 5 سال گذشته 3.1% بوده، 3.1%. در اروپا فکر میکنم کمتر از این بوده. در کشوری مثل عربستان سعودی که دارای اقتصاد متمرکز هست حدود 7.7% بوده، در ترکیه 9.1% بوده. اما دقیق میفهمید که در جمهوری اسلامی خودشون میگن 33%، 32-33% و منابع خارجی اون رو 50% میدونن. پس میتونید حدس بزنید که اگر فرض بفهمید رفتیم پیش پزشک حرارت بدن رو گرفته، میبینه آقا این 37 که هیچی، نزدیک 42ه. از اون طرف ضربان قلب یا فشار خون رو گرفته، نرمالش مثلا نمیدونم 7/12 است، داره به شما میگه که آقا این 18/44 مثلا. نرخ تورم در جمهوری اسلامی دوستان به طور متوسط 50%، نرم جهانی برای کشورهای صنعتی و پیشرفته حدود 3% و برای کشورهای کمتر پیشرفته حدود 7-8% هست. ما با عدد 50 روبرو هستیم. پس دوستان خودتون میتونید حدس بزنید که این هم وضعیت نرخ تورم.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران مست گیسو افشان می گریزم در جام می از شرنگ دوری و از همه محجوری چون شرابی جوشان می بریزم دارم قلبی لرزان برش دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریزم دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیایم سونکاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و می دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش در دل تا نهفتم دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان درش روز و شب بشمارم تا بیایم اگه یادتون باشه گفتیم که یک میزر ایندکس یا نرخ فلاکت داریم که نرخ فلاکت دوستان عزیز چگونه خواهد بود؟ گفتیم جمع جبری نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار همدیگه این شاخص فلاکت رو تشکیل خواهد داد. من اجازه بفرمایید شاخص فلاکت جمهوری اسلامی رو در سال 2019 یعنی 10 تا کشور رو برستون برسونم و یادمون باشه که جمهوری اسلامی اعداد چاخان در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار میده و اونا مجبور هستن که از این اعداد استفاده بکنن. جمهوری اسلامی در سال 2019 اعلام کرده که نرخ تورمش ببخشید نرخ بیکاریش حدود 11% بوده و نرخ تورمش 31% بوده. جمع جبری این دو عدد رو داده 42.2% و با این عدد دوستان در جهان در به اصطلاح شاخص فلاکت چهارم قرار گرفته. بدترینش آرژانتینه، معذرت میخوام ونزوئلاست که حدود این عدد 60 و نرخ تورمش رو
یه چیزی هول و هوش فکر میکنم 47-8% اعلام کرده و نرخ بیکاریش رو حدود 11-12% اعلام کرده. مقام اول رو داره ونزوئلا، مقام دوم رو زیمبابوه داره و مقام سوم رو آرژانتین و مقام چهارم رو ایران. دقت بفرمایید که آرژانتین جمع جبری تورم و بیکاریش 52 و جمهوری اسلامی 42. اما عرض کردم این 42 حاصل 11% نرخ بیکاری و 31.2% نرخ تورمه. اگر اعداد واقعی رو جای این بذاریم، یعنی 18% نرخ بیکاری و 50% نرخ تورم رو جایگزین بکنیم، ما دیگه نزدیک به رکورد زدنیم و به عدد 58 میرسیم که ما رو یک گام زیر ونزوئلا قرار میده. یعنی در جهان در مقام دوم نسبت در رابطه با شاخص فلاکت قرار میگیریم. اینم شاهکار بعدی است در رابطه با اقتصاد جمهوری اسلامی. و سومین نکته که عرض کردم خدمتون، مسئله رشد اقتصادی یا رشد عددی اقتصادی است که عرض کردم نگاه میکنن مجموع تولید کالا و خدمات در یک سال نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته. در این مورد دوستان جمهوری اسلامی بامبول های زیادی میزنه که باز من نمیخوام وارد این داستان بشم و چون حوصلتون سر میره، بحث ریاضیات، بحث نحوه محاسبه این ارزش ها هست، بحث بازی با ریال، بحث بازی با نرخ دلار، همه اینا هست. واسه همین جمهوری اسلامی خیلی بامبول میزنه که این رو مخشوش بکنه. ولی باز ناچار هستیم برگردیم به خود اعداد و ارقام اینها. ما به طور متوسط دوستان عزیز ظرف 5 سال گذشته دارای رشد منفی اقتصادی بودیم. چه این نوع این رشد اقتصادی چه نرمی در جهان داره دوستان؟ مثلا برای کشوری مثل آمریکا با این اقتصاد عظیمش 2% تا 3% یک نرمه، 2% یا 3% مثبت یک نرمه. برای کشور چین با این اقتصاد در حال پیشروش حدود 6-7% یک نرمه. برای کشورهایی مثل ما که تمام درآمد و مربوط میشه به اینکه نفت بفروشیم یا نفروشیم، دوستان عزیز بستگی به قیمت نفت داره و افزایش و کاهش میزان تولید یا فروش ما درش مؤثره. به طور متوسط ما رشد اقتصادی منفی رو ظرف 5 سال گذشته تجربه کردیم. عددش جای بحث بین منفی 1.2 تا منفی 3.2 محاسبه شده، ولی به هر حال منفی است. باز مثل این که تشخیص بردید پیش دکتر و دکتر مثلا چربی خون شما رو آزمایش کرده، عدد مورد قبول دکتر فرض بفرمایید عدد 100، ولی شما دارید نشون بدید که چربی خودتون 880 مثلا. خب دکتر دیگه اینجا اگر قش نکنه دچار نگرانی میشه که آقا این چه وضعی است، واقعا این چه بیماری است، این بیچاره چه جوری زنده است. ما دوستان عزیز شاخص ها رو داریم بررسی میکنیم و هر کدوم از این شاخص ها رو که نگاه میکنیم دوستان عزیز درش مشکل و مسئله میبینیم. این یک نگاه اجمالی است به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی با یک نگاه ظرف 5 سال گذشته. دقت بفرمایید دوستان، این نکته به ما داره نشون میده که با یک اقتصاد یا با یک بیماری روبرو هستیم که در حال فروپاشی است، داره از بین میره. این نکته بسیار بسیار مهم است. اثرات فوری و فوتی که میتونیم به این مجموعه ما توجه کنیم این هستش که خب آقای افتخاری شما الان میگی که این وضعیت هست، از یه طرف نرخ تورمه که بالاست، تمام آثار بیماری سرطان رو در این بیمار میبینی، ولی از اون طرف هم دقت کن که مثلا
رکود هم هست، مردم نمیخرن به اون صورت، خیلی چیزا رو حالا یا پول ندارن یا اصلا تمایل ندارن نمیخرن. اگر ما رکود داریم به طور طبیعی باید مردم وقتی نمیخرن قیمت یک کالا بره بالا بره پایین دیگه، و مردم نمیخرن رو دست طرف مونده میخواد بفروشه. بله این نمونه هاش شما مثلا در محصولات کشاورزی حتما دیدید، بدبخت باغداره، نمیدونم مزرعه داره، خیار کاشته، گوجه کاشته، نمیتونه بفروشه، میزنه تو سر خودش ولا مردم نمیتونن بخرن. بله ولی از اون طرف دوستان نرخ تولید یا ضریب به اصطلاح تأثیر تورم در تولید باعث میشه قیمت کالا پایین نیاد بالا بیاد، مگر اینکه یکی بخواد جنسش آتیش بزنه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از تولید کننده ها ترجیح میدن تولید نکنه، چون فکر میکنه آقا من تازه برم دلار رو بگیرم جنس وارد کنم یا جنس مواد اولیه وارد کنم تبدیل کنم بخوام بفروشم هیچ کی نخره. خب نمیکنم این کارو دیگه. واسه همین هم است که تنها کالاهایی در ایران خیلی معنی داره که لوکس باشه برای طبقه مخصوصی که به برکت وجود جمهوری اسلامی ثروت‌های افسانه‌ای به چنگ زدن. بهترین مثلا اتومبیل پورش، اون خوبه، اونو خوب رو هوا میزنن، چون فرض بفهمید یه 5% در جامعه ایران هستن که دارایی‌های کلانی رو دزدیدن و در اختیار دارن یا از رانت‌های جمهوری اسلامی استفاده کردن و غارت کردن. اینها هر کالای لوکسی رو که شما براشون بیارید توجیه داره و می‌خرن. ساعت رولکس مثلا 50000 دلاری، 100000 دلاری بیار، ساعت سیکو 100 دلاری رو کسی نمی‌خره که. شما این فقط یه بخش خیلی خیلی مخصوصه. مثلا رستوران بزن چلو کباب یا غذایی بده که هر پرسش مثلا 500000 تومان باشه، اونا یه عده میرن. ولی شما چلو کبابی بزن که بخوای پرسی نمیدونم 40000 تومان بفروشی، 50000 تومان بفروشی، برای مردمی که الان اکثریت به زیر خط فقر رفتن دوستان عزیز نکته نشدنی است. بنابراین شما متوجه میشید که به مرور زمان این وضعیت تبدیل میشه به جایی که تولید نخواهیم داشت، عمدتاً واردات خواهد بود که الان بینن داره انجام میشه، و نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه. افزایش نرخ بیکاری باعث بالا رفتن میزری ایندکس میشه. میزری ایندکس دوستان در بخش جهانی اعتبار یک کشور رو کاهش میده. یعنی وقتی شما میخواید کشورتون بره یه جا وام بگیره، یکی از شاخصایی که نگاه میکنن میزری ایندکسه، و اگه ببینن این شاخص بالاست به شما وام هم نمیدن. در بسیاری از موارد دیدید جمهوری اسلامی تقاضای وام میکنه نمیدن، میگن آقا میزری ایندکست البته یکی از شاخصاست بالاست. توی مباحثی که خدمتون عرض کردم دقت بفرمایید، ما داریم به طور کلی وضعیت جمهوری اسلامی رو با توجه به شاخصهاش بررسی میکنیم. من عرایزم رو تو این بخش متوقف میکنم. اگر دوستان سوالی دارن سوالاتشون رو بفرمان که من پاسخ بدم، و بعد میریم سراغ بخش دوم که پیشبینی وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ظرف مدت کوتاه، مثلا 1 تا 3 سال آینده خواهد بود. خواهش میکنم بفرمایید دوستان.
دوستان عزیز، ما در بخش اول شاخص‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که اوضاع بسیار بسیار وخیم است. ما دارای یک معضل اقتصادی بدی هستیم به نام رکود تورم، یعنی در این حالی که رکود داریم تورم هم داریم و این مثل یک سرطان، مثل یک خوره اقتصاد رو خواهد خورد. اگر صحبت از فروپاشی اقتصاد داریم میکنیم، بذارید اینطوری بگم که رکود تورمی مثل یک سرطانه که به مرور زمان رشد میکنه و بیمار رو از پای میندازه. ما الان سال هاست که دچار این مشکل هستیم. رکود تورمی دوستان عزیز تنها و تنها یک راه حل داره و اون تولید و افزایش تولید است. بس سلام. بحث‌های دیگری که در این مورد میشه بحث‌های بی‌موردی است. کشورهایی که دچار رکود تورمی شدن و تونستن ازش خارج بشن نشون داده که تنها موردی که تونسته کمک کنه که اینها از این مشکل نجات پیدا کنن افزایش تولیدات داخلی است. پس اگر می‌خواهیم در جمهوری اسلامی از این موضوع نجات پیدا کنیم، باید چیکار کنیم آقا؟ تولید رو افزایش بدیم. تولید کالا و تولید خدمات. معمولا اگر کالا نباشه خدمات هم اونچنان رشد نمی‌کنه. برای بعد تولید کالا رو در کشور بالا ببریم. یکی از شرط‌های افزایش تولید دوستان چی هست؟ داشتن سرمایه است. امروز که می‌بینید جمهوری اسلامی به آنچنان وضع گدایی افتاده که به فکر افتاده که جیب شما رو از طریق بورس هم خالی کنه. یعنی میتونید حدس بزنید که به نقطه‌ای رسیدن که در اون مثال قبلی کارمندی که داشته محترمانه زندگی میکرده امروز به فکر افتاده چون وضعیت درآمدش کمه از خونه همسایه بره بالا یک گونی کیسه برنج بدوزده. جمهوری اسلامی امروز در این وضعیت دوستان عزیز. خیلی ها صحبت از این میکنن که آقا زبان اوباما 4-5 سال پیش به اینا 150 میلیارد دلار داده شد. خیلی ها نمیدونن که اون در شرط گذاشتن و جمهوری اسلامی تنها هر سال 10% اونو میتونه برداشت بکنه و 150 میلیارد در طی این 4-5 سال گذشته به حدود کمتر از 90 میلیارد رسیده و این 90 میلیارد هم هر سال، یعنی امسال مثلا 9 میلیاردش رو میتونن بردارن، در حالی که بودجه کشور چیزی حدود 50 میلیارد دلار دوستان. بنابراین این سادگی نبوده که بتونه مشکلاتش رو حل کنه. نتیجتا امروز شما میبینید که در جمهوری اسلامی پولی وجود نداره. خب دیگه کجا باید رفت؟ یا باید قرض گرفت یا باید سرمایه گذار خارجی وارد کشور کرد که اقدام به تولید بکنه. هر دوی اینها با مشکلات اساسی برخورد کرده. یعنی اینکه در بخش گرفتن وام که وامی به جمهوری اسلامی نمیدن، دیدید حتی به خاطر کرونا، اینا البته به بهانه کرونا تلاش کردن 5 میلیارد وام بگیرن، ندادن بهشون. سرمایه گذار خارجی هم که اصلا بحث دیگری است. سرمایه گذاری خارجی برمیگرده به اون 12 شرط آقای پومپیو یا بهتره بگیم آمریکا برای جمهوری اسلامی که اگر شما این 12 تا شرطی که ما میذاریم رو عمل کنی. و من توی پرانتز عرض کنم اون 12 تا نیست، من از توی اون 12 تا میتونم 6 تا دیگه آثار و عوارض برای شما به دست بیارم که خب اینا ترجیح دادن ننویسن، ولی اون کارهایی که اون 12 مورد رو اگر جمهوری اسلامی انجام بده 6 مورد رو هم ناچار انجام بده. یکی از مواردش ایجاد تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران خواهد بود. بنابراین اگر دنبال این هستید که سرمایه گذار خارجی وارد ایران بشه، باید اون 12 شرط جمهوری آمریکا رو جمهوری اسلامی بپذیره. اگر این کارو نکنه دوستان عزیز، از نه تنها سرمایه گذاری خارجی خبری نیست،
بلکه حتی فروش نفتشون هم که میدونید دیگه امروز به زیر 100 هزار بشکه در روز رسیده، کشوری که در روز با حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت امروز 100 هزار بشکه نفت میفروشه. این مجموعه دوستان عزیز به من داره میگه که مرگ بیمار نزدیک. حالا ممکن این بیمار برای اینکه ظاهرش رو حفظ کنه و به بقیه بگه آقا نه این حرفا نیست، من خیلی حالم خوبه، به ضربه نمیدونم یا قرصی، کپسولی، شیافی، یه چیزی خودش رو بسازه و 5 دقیقه 10 دقیقه بیاد جلوی تلویزیون بشینه و خودش رو قهرمان المپیک نشون بده. ولی دیگه اونایی که اهل کارن میدونن که کار این بابا تمام است و امروز فردا خواهد مرد. نتیجتا من پیشبینی من برای وضعیت اقتصادی این هستش که دوستان عزیز عملا اگر یه نیمچه تولیدی هم هست اینا متوقف میشه. یکی از مهمترین درارش این هستش که باز هم ریال در مقابل دلار کاهش پیدا میکنه ارزشش و دلار گرانتر خواهد شد. گرانتر شدن دلار به معنی افزایش بهای مواد اولیه و ماشینالات برای تولید و در نتیجه تولید دیگه صرف نمیکنه. مردم روز به روز فقیرتر میشن، پس مسئله رکود عمیق‌تر خواهد شد، تولیدی نخواهیم داشت و در مجموع دوستان عزیز بیکاری باز هم شدت پیدا میکنه. یعنی تمام اون شاخصهایی که ضامن سلامت یا نشوندهنده وضعیت یک بیماره رو ما با شدت و حدت بیشتری خواهیم دید و در مجموع میزان نرخ یا شاخص فلاکت کشور ما مطمئن باشید به ونزوئلا خواهد رسید. در مجموع من آینده بسیار بسیار بدی رو برای اقتصادمون میبینم. توصیه میکنم مراقب باشید، پولهاتون رو اگر چیزی دارید در اختیار دولت قرار ندید. پیشنهاد میکنم تبدیل به ارزهای قدرتمند بکنید، سراغ ارزهای ناشناخته مثل یه ده میگن آقا یوان چین بخر خیلی عالی میشه، نکنید این کارها رو. دلار، یورو، طلا و سلام، برید دنبال اینا، پولاتون رو به اینا تبدیل بکنید، چون ما با یک کلاپس اقتصادی شدیدی در پیش رو داریم. دوستان عزیز اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه من باید از حضورتون مرخص بشم. سپاسگزارم. بیا بم بود زمستان بود، بورم بود سرمای فراوان بود، یارم نراوشم مراسم بود، از سر یک سر دلوی جم بود، دفت هم سینین بر خوشگل، از جسم و جان خود بودم غافل، می کشیدم بحرش از جانده، می بردم اشبا خود سوی منزه، از با دوباره گشته آشفته هر رویان روی مرواری به هلتن صفته تشد راه دشار آخر بر من و یار با بوسه گرمی رو دادم با لبهایی چوغن رویم زد لبخن بردم همه رنج و غم از یادم بی سویان بیا بم بود زمستان بود، بورم بود سرمای فراوان بود، یار در آغوشم هرسم بود، از سردی افسر روی جان بود، دفت رکن سیمی بر خوشگل، از جسم جان خود بودم غافل، می کشیدم بحرش از جانده، می بردم اشراق سوی منزل. از ما دوباره گشته آشفته هر رویان
مروارید غلطم صفته به شد واحد شب آخر بر منو یاد با بوسه ای گرمی رو دادم با لبهای چمن بر رویم زد لبخند بردن همه رنج و هم از یادم گیسویا از باد و بارانگش آشفته در هر رویا دوی مرواری دلتن صفته شب که دیگه بم بود زینستن بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آوشم حرسان بود تستر یک سرده و بیچان بود در فکر آن سیمین بر خوشگل از یه سوگان خود بودم واقع میشیدم بخرش از جانده میبردم اش با خسوی ببینید جمهوری اسلامی ایران دوستان عزیز با یک کسر بودجه عجیب و غریب صحبت از 75% کسر بودجه است روبروست. این کسر بودجه رو دوستان عزیز باید به نحوی جبران بکنه. چرا مجبور این کارو بکنه؟ ببینید بودجه یک کشور درست مثل جنابالی که کار میکنید و ماهیانه یه حقوقی دریافت میکنید روی اون حساب میکنید و بر اساس اون هزینهاتون رو تنظیم میکنید. بنابراین فرض بفرمایید سالی ماهی 5 میلیون تومان حقوق میگیرید و میدونید که از این 5 میلیون تومان چقدرشو بابت احیانا منزل باید بپردازید، چقدرش خورد و خوراک کنید، چقدرشو نمیدونم پوشاک کنید، اگه چیزی هم موند به تفریحات و اینترتینمنت بپردازید. به هر حال یک برنامه‌ای برای خودتون دارید. اگر اومدن به شما گفتن که دوست عزیز از این به بعد به جای ماهی 5 میلیون تومان به شما ماهی 1.5 میلیون تومان میدن، خب چه خواهید کرد دوست عزیز؟ باید برید اون 3.5 میلیون تومان رو جور کنید. حالا ممکنه بگید که با همسرتون صحبت کنید که خانم باید هزینه ها رو کم کنیم. هر چه قدم بزنید دیگه نمیتونید هزینهاتون رو به 1.5 میلیون تومان برسونید. مثلا فرض کنید خیلی هم همه چی رو زدید و گفتید گوشت نخوریم، نمیدونم بیرون نریم، مسافرت نریم، پیاده راه بریم، از این جور کارا کردید میشه 3 میلیون تومان. باز کم دارید دیگه، یعنی 2 میلیون 1.5 میلیون کم دارید چون درآمدتون شده 1.5 میلیون. اون 1.5 میلیون رو دوستان خیلی عذر میخوام یا باید بدزدید یا باید رشوه بگیرید یا یه کاری باید بکنید دیگه. امروز جمهوری اسلامی بر اون وضعه، یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی متوجه شده که آقا من برای فقط دادن حقوق‌ها و اداره دولت، داریم راجع به دولت صحبت میکنیم نه راجع به مردم، مردم و هزینه های جاری و هزینه های عمرانی رو بذارید کنار، هزینه های جاری دولت یعنی این که پول داشته باشه حقوق معلم ها رو بده، پول داشته باشه حقوق پاسدار ها رو بده، پول داشته باشه حقوق اطلاعاتی ها رو بده، پول داشته باشه به فلان وزارت خونه کمک، این بودجه رو امروز نداره. بنابراین درست مثل همون مثالی که زدیم باید از یه جا بدزده. اولین کاری که میکنه اینه میره وام بگیره، خب وام بهش نمیدن، التماس میکنه، خواهش میکنه، تمنا میکنه، چون وضعیت خود رژیم خیلی روشن و ثابت نیست و تقریبا هرچی که قابل فروش بوده رو فروخته از آبهای ایران و از خاکهای ایران و از هر چیز ایران، نتیجتا امروز به یه فکر دیگه میفته آقا چجوری جیب مردم رو خالی کنیم. جیب مردم رو چجوری خالی کنیم این است. یکیش این استش که بگه آقا من اوراق قرضه صادر میکنم و مثلا بهره فلان درصد میدم، مردم بیاین از من اوراق قرضه بخره. هیچ کس نمیخره. و اشکالش هم این استش که به هر حال اون هنوز یک نوع بدهیه. یکی از بهترین کارهایی که به عقل آخوند رسیده این استش که خب آقا اصلا چرا ما قرض بگیریم جیبشون رو خالی میکنیم؟ چجوری جیبشون رو خالی میکنیم؟ بورس رو چجوری چیکارش میکنیم؟
بورس رو خودمون شروع میکنیم به خریدن سهام با سهام شرکت‌ها، شرکت‌های متعلق به خودمون و وابسته به دولت یا وابسته به آقازاده‌ها رو با ارقام بالا می‌خریم، هر چه ما اینا رو می‌خریم و میره بالا و بابتش هم به اصطلاح تبلیغ بکنیم، مردمی که بدبخت الان هیچ درآمدی نداره به فکر میفته که آقا مثل این که اونجا خوب داره سود میکنه ها، منم برم بخرم. و به این ترتیب عده زیادی از مردم درمانده رو که درآمدی ندارن و وضعشون خرابه و تو خونهشون نشستن به این سمت و سود جلب میکنن. سیستم کار چیه؟ بذارید من فقط مثال میزنم، نه اینکه این دقیق باشه، مثال میزنم. مثلا به یکی از شرکت‌های متعلق به بانک صادرات، فرض بفرمایید شرکت نمیدونم جعفرآبادی، مثلا به شرکت جعفرآبادی مأموریت میدن که آها برو سهام مثلا فلان پتروشیمی رو که الان هر سهمی باز عدد مثالی 1000 تومنه بخر 2000 تومن. بسیار خوب، عملا هم هیچ پولی رد و بدل نمیشون، فقط مثلا شرکت جعفرآبادی آمده سهام پتروشیمی رو مثلا 100 میلیون 10 میلیون 100 هرچی به مبلغ 2000 تومان خریده. بلافاصله چند روز بعد شرکت وابسته به بانک صادرات با نام اصغرآبادی این بار میره از جعفرآبادی سهام 2000 تومانیش رو 3500 تومان میخره. این فعل انفعال در شاخص‌ها و نمودارهای بورس ایران چی نشون میده؟ که آقا این عجب رقم داره میره بالا. و برای اینکه داغ‌تر بشه، شرکت سوم از بانک ملی با نام محمد آبادی این دفعه وارد میشه و سهم 3500 تومانی اصغرآبادی رو به مبلغ 5500 تومان میخره. خب منی که ناظر بیرونی ام خبر ندارم و اصلا این درس، این صحبتی که امروز ما کردیم راجع به شاخص ها و بررسی وضعیت اقتصادی کشور رو یا نمیدونم یا نشنیدم یا یادم رفته و الان وضع مالیم خرابه، میگم آقا عجب داستان باحالی شده اینجا. ببین سهم 1000 تومانی شده 5500 تومان. خب بریم ما چند تا بخریم چه اشکالی داره؟ میگن خوب داره میره بالا، دولت هم که میگه اصلا من حمایت میکنم. شما متوجه میشید که داستان چی هستش دوستان عزیز؟ این مکانیزم رو البته من ساده کردم برای شما، ولی دقیقا داره این اجرا میشه. و وگرنه شما به عنوان یک انسانی که اصلا اقتصاددان هم نیست، انسان معمولی، وقتی یه بیماری رو آوردن پیش شما، به شما میخوام معرفی کنن که آقا ایشان قهرمان دو المپیک پارساله. خب اما شما پزشک باشید و بگید که خب خیلی جالبه، خیلی جالبه، تو قیافش خیلی نمیخوره، این یه ذره همچین لاغر مردنی میاد، اجازه میدید من یه تست بکنم؟ و تست میکنید و میبینید که تب داره بالا، چربی خون داره بالا، عرض کنم خدمتتون که فشار خونش اصلا داره میزان حراره رو میترکونه. با این وضعیت اون وقت شما قبول میکنید که ایشون قهرمان دو المپیکه و رو شرط بندی میکنید که دفعه دیگه هم قهرمان میشه، یا میگید آقا برو پی کارت حقه بازی نکن. ما با چنین وضعی در بورس ایران روبرو هستیم. بنابراین دوستان عزیز، این یک کلک و حقه جدید آخوندیست برای بالا کشیدن اون تهمانده پسندازهای این ملت بدبخت و درمانده. به زودی این حبابی رو که خودشون ایجاد کردن خواهند ترکوند. امیدوارم روشن شده باشه. Por Dios.
دردم افتادم از غم آزادم، دل به تو دادم به تو دادم به من، ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم، امید اهل وفا توی رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، بردی از یاد خب، سخنرانی جالب آقای بیژن افتخاری رو در مورد وضعیت اقتصاد ایران شنیدیم. به نظر من بسیار سخنرانی جالبی بود و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. اگر دقت کرده باشید، شما وقتی اقتصاددانان دیگه در مورد اقتصاد حرف میزنن، شما هیچ چیزی از حرفاشون نمیفهمید، برای اینکه انقدر پیچیده صحبت میکنن که
برای یک آدم عادی مثل من فهم این تحلیل و تجزیه اقتصادی اونا خیلی مشکله. اما بیژن پیچیده ترین مسائل اقتصادی رو با یک زبان قابل فهم برای همه مطرح میکنه. علاوه بر اون سادگی و قابل فهم، ایشون خیلی شیرین این مسائل رو مطرح میکنه که آدم اصلا خسته نمیشه، چون میدونید که مسائل اقتصادی خیلی خسته کننده است، ولی بیژن بسیار با مزه و در این حال شیرین این مسائل رو مطرح میکنه و یکی از هنرهای ایشونه. امیدوارم که بیژن در آینده با ما بیشتر همکاری بکنه و از وجودش استفاده کنیم. در این حال از تشکر میکنم از ایشون به خاطر فایل سخنرانیشون که بر من فرستادن. عرض کنم دوستان، فردا برنامه ما چون جمعه است و دوستان تعطیل هستن، البته نمیدونم در این وضعیت کرونا چطوره، ولی به هر حال ما همیشه جمعه ها رو تعطیل میدونیم. برنامه به صورت آنلاین پخش میشه و دوستان میتونن با من چت کنن. این برنامه در جاهای دیگه هم منتشر میشه و شما هر کجا هستید میتونید این برنامه رو بشنوید، چه یوتیوب، چه فیسبوک و چه جاهای دیگه. برنامه مثل امروز ساعت 3 به وقت اروپا و 17:30 دقیقه به وقت ایران پخش میشه. در این جمعه بیشتر سعی میکنیم موسیقی گوش کنیم و با هم دیگر گپ بزنیم و به قول معروف خیلی سعی کنیم که بهمون خوش بگذره. امیدوارم البته که بهمون خوش بگذره. بنابراین امیدوارم که حتما این برنامه رو گوش کنید، برنامه جمعه رو، و با من باشید. در این حال میتونید به من تلفن بزنید. تلفن من 2045 که کد دانمارک 31 31، یعنی 2 31 08 37. تکرار میکنم 2045 31 31 08 37. با ترانه دیگری برنامه رو به پایان میرسونیم و امیدوارم مورد توجه این برنامه امروز قرار گرفته باشه. پس روز جمعه فردا در همین ساعت و در همین جا در خدمت شما هستم به امید دیدار. اروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یا
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. Welcome to the Nova Podcast. Music, culture, art, and politics are here. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. کلاغا به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم.